یه بار دیگه ادا نه با دیگه اوی چه من محسن رضایی هستم به 11 کنکور دانشجوی حقوق دانشگاه تهران اینو بزن چرا؟ خیلی بهتر آها برای اینترو آره اون خشک بود چه خبر آقا چه خبر شروع شد شروع آره شروع شروع به به باز هم اسپانسر افتخار داد به ما با ما رو تامین کرد پس می داریم که تمام شما اول خودتو معرفی کن آقا سلام گردن که من اینجوری کنم که چرا چجوری؟ نه راحت باشم نزدیک میکروفون شد سلام من محسن وزایی هم داشته حقوق داشته تهران رو به 11 کنکور 1401 و اینکه همین من خب دبیرستان دهم که اومدم دبیرستان مفید و بچه ها من هم اولش تابستون تو رو دیدم آره چه فوتبالی آره آره من همون اول دیدم بعد دیدم نیستی یعنی فکرم گویا آره. اولش ریاضی بودی بعد رفتی انسانی اول ریاضی چرا؟ بودم یعنی اصلا من انسانی هستم بعد گفتم برو ریاضی اول بعد برو انسان بعد من گفتم دیگه علکی نیم آبا بیدم اول انسان چی شد کلن رفتی انسان؟ علاقت چی؟ علاقه هم مخصوصا هم حقوق دیگه وکالت آه بسته بودی از همون آره بعد وکالت بسته بودم به انسانی و ریاضی هم زیاد حال نمیکنم باش بایدی حال نمیکنم بیا رفتم اصلا بعدش که حقوق رو انتخاب کردی مثلا چرا بس علاقه دیگه علاقه به پول آره علاقه علاقه به پول مانی لقمه رو دور دهنشون میچرخونم علاقه به پول آره بعد محسن خب یه چیزی میدونم که خیلی مثلا اهل تفریح و این داستانه ای من با و دوستا اینا وقت بگذرونی سال دهم و یازدهم مثلا میخوندی کلا 11 تا 90 تا غیبت داشتم 93 تا غیبت داشتم ولی از عید 11 بودم عید 11 عید 11 از عید 11 عمومی ها رو شروع کردم یعنی عمومی ها ریاضی خوندم و ادبیات و زبان ها هم فارسی هم تا تابستون که دیگه جدی هم برشو کرد میخواستم عربی هم خوب بودم میشه مثلا اونجوری نبود یعنی مثلا دهم یازدهم تو دیوار باشه دیوار باشه آره ولی خب مجازی بود مثلا امتحانا رو تقلب میکردیم نمیخوند وضعیت رتبه ها چجوری بود و چطوری جلو رفت کلا اصلا تا همون دم کنکور اوضاع تو و آزمون آزمایشی ها و بالا پایینی ها چطوری بود این کنکور که بهترین آزمون هم بود ولی اولین آزمون مثلا بد بود دستم مثلا نبود تایپینگ و اینا مثلا فکر کنم 150 مثلا 150 مطلب آره 150 آره 150 بعد مثلا تایمینگش تایم کم آوردم مثلا و این داستانا دومی خیلی خفن بود شدم 16 از دوم بعد بعدی مثلا شدم 20 همون 20 16 22 اینا بودم یهو سه دفترچه شد دفترچه شد دوباره رفتم 200 خورده چون مثلا هی برمیگشتم به ریاضی مثلا برمیگشتم بعد اینا رو یهو جدا کردن ریاضی افتاد یه دفترچه دیگه مثلا درسایی که تایم کم می‌خواست افتاد یه دفترچه دیگه مدیریتش کرد آره برنامه رو کنسل کرد بعد دیگه رفت دوباره رو 150 اینا و تو تا عید و به بعد آره همینطوری بود تا دم کنکور هم صد خورده میشه مثلا عمر رو 50 اومد خود رو فهم میکردی چقدر بشه چند بشه من میدونستم زیر 20 میشه ولی مثلا این سه دفتر چکی شد یه داشتم و هم میدیختم چون دیگه زیر 20 هایی نمیشدم دیگه مثلا زیر 20 دیگه نشدم تا دم کنکور تا دم کنکور به جز گزینه دو آخریه میشدم چهار یعنی آخر آخر میگی اون دو روز مونده به کنکور کیه کلن آزمون هایی که دادی چی بودش؟ قلمچی و گزینه دو بود و قلمچی و سنجش
سنجش ها مثلا شدم 30-32. خب ببین ولی از این میدونستم که اینجا تقلب زیاده کنکور داستانش فرق کنه. مثلا اینجا 1000 نفر سوال ها فقط میخرم مثلا مثلا کنکور فرق کنه. اولیش چند شدی؟ شدیگه اولی از ولین گزینه دو رو 150 دیگه. خب دیگه ملت براشون عجیبه چرا همون اول 150 شد؟ رمز موفقیت داشتی چی بود 150 شدی همون اولی کن؟ خب اونجا بخواییم حساب کنیم که اولین که خودم بدون تقلب دادم و دهم دادم 19 شد. خب اینو اصلا بکشی و چی تو با هرچی برمیگرده همه حوضه تا کی بوده والا هم اصلا. خب من دیگه خیلی مستقیم میگم چی شد که اینطوری شد؟ آخه چی کار کردی که اینقدر خوب شد رتبه؟ هم مستقیم ببین اولا که من زیاد پنیک نمی کنم و کنترل چیزو دارم مثلا کنترل تایمینگ و استرس نگیرم یه هو مثلا چند درصد بالایی دارم این است کنترل رو. بعد از اون برم داستان مثلا تست بلد بودم بزنم کلن. چرا؟ نهوم هم میزدیم یه آزمون جامعه هایی میگرفتم نهوم و اینا. بعد از اون طرف هم خب مثلا چجوری میگم تافزه یادگیریم قوی بود مثلا نیازم یه چیز چند بار بخونم مثلا میتونستم مثلا کدگذاری میکردم واسه حفظ کردم یه سری چیزا مثلا یه جوری تو ذهنم مثلا جا بدم یه کلمه رو شبیه یه کلمه میکردم مثلا تو عربی که تو ذهنم به اونو معنیش بس میتونم که یک حرکت رو دیگه خیلی خاصی بزنی معجونی مصرف کرده باشی که رتبت تو شده یه روند عادی رو رفتی. آره دیگه آرامش تا عید بعدش دیگه زد به قلبم و اینا قرص شد قرصی معتاد شد. سر چی؟ سر همین استرس ها دیگه بعد عید بیشتر. آره از عید تا قبلش میگم مثلا کنترل استرس داشتم و اینا یهو از عید میگم جعب بود جعب بعد عید بود چی بود یا اینا یهو چرا استرس گرفت چی میخورد؟ چون آخه تا عید هم من نمیرفتم مدرسه تا عید من خونه درس میخوندم از اردو عید رفتم مدرسه تو جعب کنکور رقابته هی یارو میخونه هی یارو فلان هی یارو اون فکر کنم استرس داشت. آره. بعد دیگه اصلا آسنترانو خوردم و پروگرام اصلا یاد داشت بعدی نه اینجوری قردرده از اید شد تیری رو میکشید و مثلا بچه نسکافه اینا هم زیاد میخوردم کافئینه قلب و چیز میکرد همی که زندگی باز چنشی شایی قهوه اصلا زیاد جواب نبود من؟ برای بیداری خوبه ولی برای چیز خیلی بده استرس خیلی زیاد یه گلگاب زبو میخوردم آخرش به جا قهوه و چایی میخوابیدی میخندیدیم و در ورسه هم اصلا خیلی چه خیلی بد چون عوازش تا بعد کنکورم میمونه و قلبه تمیز زیاد محسنون بعد کنکور دیدم. آره حاجی حتی منی که کم دیده بودم از خیلی فرق کردی خیلی افتاده اصلا داشتم میمونم خیلی بد چون خونه بودی خب تایمت دست خودت بود که چجوری بخونی چجوری بود عشقی بود کلن آره ببین زمانی نبود اصلا میگفتم درس دوی فلان باید تموم شه دو دقیقه یا دو ساعت فرقی نمیکرد تموم باید میشد با تستاش اینجوری نبودی مثلا برنامه روزانه بشینی مثلا چه برنامه روزانه داشتم ولی مثلا امروز مثلا فلسفه منطق و اون و فنون و فلان و بیسار این درساش نه اینکه مثلا تو یه ساعت تایم بذاری و مثلا اگه من 60 دقیقه بخوام بخونم بعد وسط درس 60 دقیقه شه یهو ببندی بری نه مثلا شاید میشه 2 ساعت ولی بعد این درس مثلا با تستاش تموم میشه مثلا میشد برنامه بیشتر میشه شاید هم جلو میزدم برنامه زود تموم میشه. تو اتاق خودت کلن میخونی؟ اتاق خودم بودم آره سختم بود اینا هم آهنگ ماهی میذاشتن ای با زنگ میزدی قطع کن آهنگ بسکن دکمه هستش بی؟ نه دیگه اصلا آخرش که من یه زنگ میزدم ریجکت میکرد خودش به همه یه اینا قطع شد بعد یه چیز منابع و اینا چیه صحبه؟ هرچی فکر بزن کل نظام آموزشی ما
بنابرای که کل تسته گذینه دو رو زدم بانک سوال شد کل بانک همون شده بود آخرش رو گفتن سوال تکرار نشون نده با مثلا هر درسی متفاوت بود دیگه ولی هر درسی مثلا باید مثلا بجز خود گزینه دو مثلا یک کتاب هم داشت یک کتاب داشت یعنی یک کتاب دست خوردن؟ حتی اقل دیگه خواسته یه درسی و مثلا علوم فنون و من خیلی ثبتش داشتم گزینه دو هم داشتم یه دونه چیز هم گرفته بودم آخرش چیه؟ گاج بود فکر کنم منظور اینه که مثلا علوم فنون مثلا دو سه تا منبع بود گزینه دو به عنوان منبع حساب میشد دیگه چون همه داشته آره. به جز اون باید یه کتاب داشته باشی حالا شاید یه درسی دو تا کتاب ولی دو تا کتاب همه تستا رو نه مثلا ایهام هم ضعیف بود ایهام سه تا منبع رو استفاده میکردم چون تشبیه هم مثلا قوی بود تشبیه یه منبع دو منبع رو استفاده میکردم مبحث با مبحث فرق داره مثلا ریاضی رو خیلی عجیب من ریاضی اصلا نخوندم آره یعنی تو خونه من اصلا تایم برای ریاضی خوندن نمیذاشتم سر کلاس گوش میکردم مثلا 10 تا هم تست میداد اونم میزدم بعد مثلا یه خیلی سبز داده بود مثلا نزدم مثلا ریاضی مثلا اونجوری برام چیز نبود مثلا یکی بود مثلا 3 تا مثلا شاید مثلا منبع برای ریاضیش گزینه دو رو میزد خیلی سبز رو میزد مثلا قلمچی میزد مثلا کانون قلمچی چون نتیجه هم دادش ریاضی که درصدش خیلی پایین بود ولی 65 بود 65 زده بودی؟ ولی 65 برای ما خیلی بود آره یعنی اصلا مشاورم گفت اگه وقت میذاشتی برای ریاضی تست میزدی میومد خیلی بالاتر آره من هم میدم چون با همین رفقای خودم میگردم بالاتر از محسن زدن ولی بحث خب بقیه درس تخصصی تره که بود میم ریاضی مثلا تو تخصصی ها ضعیف 65 ولی خب اونجوری که رتبه رو خراب کنه نبود مثلا بگی رتبه هم به خاطر ریاضی این شد معقول خوبی بود معقول خوب داره در نهایت نتیجه خوبی گرفتی؟ آره خداش ولی تو این مسیره بوده جایی که ببری؟ ببرم نه یعنی بگم دیگه نه ولی مثلا بهمن یه دو هفته نخوندم مثلا آره مثلا بیال زیاد میشی تو بهمن لش بعد مثلا افتادم عقب آزمان مثلا شد 150 تهش صد یه لحظات شد مثلا خب تو تا جایی که من میدونم یه من بکگراند ورزشی داری هم کاراته حرفه‌ای کار میکردی و شما کیک بوکس هم رفتی بدنسازی هم که از کلاس از دبستان کنم آره بوده بعد سال کنکور چی شد اینا رو؟ سال کنکور دیگه ورزش نکرد نه؟ بعدم آره همون بعدی داشته باید حس بعدی داشته چون تو معتاد ورزش باشه نه معتاد تو روتینت ورزش بره. باشه ورزش نکنی اصلا کسل بجوری چی میگم؟ صرف ورزش نمیکرد اصلا ورزش نمیکرد اصلا ورزش نمیکرد من یه بار این اصلا خودم هم الان میگم پشمه خودم نیست یه بار مارمزون چون مثلا اومدم روزه بگیرم 14-15 روزه گرفتم دیگه نکشید بدنم چشم دیگه سیاهی میرفت اون 14-15 روز هیچی نمیتونستی بخوری چون هیچی نمیخوردی دستشوید نمیگره بعد چون نمیخواستی تشنت شه تکون نباید میخوردی بعد من معصه بودم دیگه مارمزون من یه بار من 8 مدرسه 8 تستار میزن 8 یا 7 میرم من شماره سرایدار رو گرفته بودم با شکل شده بودم من پنجونی میرفتم این در برای من باز میکرد من مثلا قبل اینکه بچه ها بیا من یه دو ساعت مثلا یه آزمونی داده باشم یه دو ساعت زودتر استارت رو زده باشم یه ساعت دو ساعت از اون برای مثلا 8 میرفتن من مثلا یکم وای میستادم و اینا مثلا 9 من میرفتم مثلا آقا یه بار ما 8 میگم 8 ما رفتی مدرسه 6 نشستیم خوندم مثلا 8 شد هم اومدم مثلا خوندم چون میخواستم پا نشم 5 پا شدم ببین 5 تازه بعد پا نشدم 5 یه ساعت حدودا تا نه بیشتر ببین 8 تو میگی 6 من 6 رفتم 10 ساعت
اینجوری هم که اینجوری آخرش این میز رو هول دادم با صندلی افتادم عقب مثلا پا نشدم آخرش خیلی نشستم عملا پس یعنی تغذیه‌ای هم به خودت خیلی جدا از مرامون نرسید چون کلن اصلا اشتباه بود که به بدنم نرسید واقعا اینطوری نباشه خیلی من اصلا نه ورزش کردم نه درست غذا میخوردم چون اشتهام کلا سر استرس اصلا بسته شده بود و بعد عید اصلا کلا اینه اومده بودی فوتسال منم چشام ضعیف بود اصلا قیافه نگاه نکردم فوتسال موقع خیلی بعد کنکور بود بعد فوتسال مثلا یه ما بعد کنکور بود چی بود بیشتر بابا خیلی بیشتر بود ولی هنوز بدنم کامبک نکرده داشتیم مثلا کامبک به همدیگه خودمون رو معرفی میکردیم بعد محسن مثلا فکر کنم حامد اینجا بود محسن بغلش اونجا نشسته بعد منم چشم ضعیف بود خیلی درست نمیدیدم و هستش موقع ضعیف الان خیلی ضعیف آره بعدش اینجا بود که معرفی کردم و اینو گفتن آره اسم منم علی سینا است اصلا اینه که میبان دوست چیم میبان دوست چیم بعد محسن گفتش علی سینا چی؟ مثلا فکر کنم یه همچه چیزی بود تو چرا نشناختی؟ من شناختم فکر کنم ولی احساس کردم مثلا آلزایمر یه رو به قصدش تسکین روی علی سینا چی بودی؟ اقبالی؟ محسن خیلی شبیه قارنشینه شده بودم آقا رو تامنیل میزنیم ورزش نکردم تغذیه آشغال رتبم شده اصلا خیلی بد بعد ورزش رو که تعطیل کردی کلا تفریح و اینا نه تفریح میکردم چیا مثلا این بیرونی میرفتیم مثلا پنجشنبه شبا یه بیرونی میرفتیم چون شبا مثلا یه بیرونی ورزش هم اونجا شاید ماهی یه بار ماهی دو بار یه روز یه فوتبال هم میرفتیم مثلا یه جمعه ولی اصلا دیگه ورزش نیم آره نیم اصلا نه ورزشه نه هیچ فقط فوتبال من خیلی ارتباطمون با محسن سر اینکه دبیرستان جدا شد جدا قد شد ولی اینجا بود که دورا دور خبر میگرفتیم سال دوازده هم اصلا محسن نبود هیچ کس نمیدونست کجاست ولی واقعا اصلا ارزش آسیب زدن به بدنت و لاغر شدن تو قلب دردت و هیچ ارزشی تو اینا نداره همین الان یه چیزی گفتی ارزشش رو نداشت یعنی میتونستی مثلا ورزش هم داشته باشی بازی نتیجه رو بگیری یا نه بعد یه کدوم انتخاب مثلا نمیدونم تو با اینا شاید ورزش میکردم رتبه بهترم میشد چون مثلا فرشتر بود آره شاید هم ورزش میکردم وقتم نمیرسید بهتر میشد ولی اینجوری هم یه وقت ورزش نداشتم خوابیده بودی این درس خوابیده بودم درس آره بر همین میگم مثلا یکی میگه من ورزش کردم مثلا رتبه من خوب شد آره اون تونسته هندل کنه یکی میتونه هندل کنه مثلا یکی نمیتونه هندل کنه من اگه میخواستم ورزش رو حرفه ادامه بدم میرفتی ورزش بعد برمیگشتی همون بعد میخوابیدی بعد تو فردا صبحش هنگوور بعد ورزش بودی اصلا لش رش بودی نمیتونستی پاشی بدن من اینطوری بود شاید یکی بگه من ورزش میکنم سر حالتر میشم صبح ورزش میکنم بعد درس میکنم برای همین نمیتونم بگم بعد بهتر میشد یا بدتر میشد ولی من نکردم و بعد دقیقا یه نرمش باید میکردم آره اصلا همین که 11 ساعت من روی صندلی نشستم خودش سم میدونم جهنم بود باید 5 دقیقه در آستان یه ماساژ میدادم بعد از جدفیت یه وسیله ماساژ میکردم اشتباه کردم موقع هنوز همچین آره جهان این توی شد که جت فیت مو هست خب تو سوال داری اسپانسر دیگه نداری اسپانسر جت فیت بچه ها اسپانسر کنسل اسپانسر جت فیت برندش رو برات میفرستم میرم الان تو دیسپلی هم بالا سرش یه سوالی که دارم خب خودت هم بادر حالا پیجت و اینا یه ذره تو جو و فضای انگیزشی هستی یعنی تصورش کن به دستش بیار داستانم توت بود یعنی توی آه. چیز چی میگه تو ذهنیت تو اینا این قضیه بودش آره من میگم من میدونستم زیر 20 میشم نه اینکه بخوام مثلا پوز بدم آره. و اینا ولی ذهنیتمو ساخته بودم برای زیر 20 اول من ذهنیتم ساخته بودم برای 7 مثلا بود به 7 شم تا 7 هم شدم یه وقتی گزینه دو برای کیه هفته کشور 4 همون
از همون 11 همه تصاورا 11 من 11 یه شهادت بدم کسی که این کار کرد 11 جلسه مشاوره بود و اینا مادر رو دعوت کردن ما رفته بودیم آقا گفت میخواد رتبه چند شه مثلا هدف چیه گفتم زیر 20 زیر 10 اینجوری بعد گفت ببین مادرت اومده اینجا این همه راه از خونه و اینا واسه مسخره بازی که نیومدی اینجا شوخی نداریم جدی بگی بابا گفتم فکر میکنی من اینجوری نمیشم اینجوری که تو داری پیش میری و اینا چون میگم 93 تا غیبت داشتم 11 یعنی مگه چند خیلی کلش مجازی بود 11 و کلش من نرفتم میادم 93 اصلا بیشتر میشد ولی مثلا مشاوره هم اینطوری بود که مثلا یارو با 93 تا غیبت مثلا اومده مثلا میگه من میخوام زیر 20 زیر 10 شم مثلا من گفتم که خب من میتونم برسونم مثلا از ایدم استارت مثلا عمومی ها رو میدارم مثلا میتونم بیارم اینا اونم یه حالت مسخره طوری که تو نمیشی این شد چی؟ انگیزه ای من تو باید زایش اول همه یه خشم خوبی توی وجودم شکل گرفت که واقعا خدا رو شکر بابت اون خشمه دم اون یارو هم اسمش رو میگم ولی دمش هم گرم که یک کینه‌ای برای من یک کینه‌ای برای من درست کرد که بتونم بخونم یعنی جایی که میمدم کم بیارم میگفتم من اگه کم بیارم اون یارو میخواد به ما بخنده میدونی؟ و نباید کم بیاری اون باید من جدیدن خیلی اینطور شده یعنی مثلا برای انگیزم این خیلی جوانه یه خشم خوب خیلی خوب کینه اصلا خشم قویه کثیفه ولی قویه مثلا دیدم آرتیست ها میگن که هیتر ها خیلی میرن رو مخش رو میگن باید کرده آره آره مثلا خیلی جوابی که تو کم نیاری یه من اگه کم بیارن یا لما آدم هستن به ما بخندن یعنی بعد این حالا یارو رو میگیم که آقا یارو مشاور بوده یکی با 93 تا غیبت اینو گفته خب حق داره مثلا باور نکنی تو کل سال تحصیلی 12 تو همه جلسات معلم ها این رتبه های منو میگفت تقلب میکنه این یعنی فشاری بوده فشاری الان هم منتقد کنکور تقلب شده این رو نظام آموزشی کنکور الان منتقده که سوالل نارد آره دیگه الان اینطوری بود که یه زنگ زد به من گفت اگه میشه بیا برای بعد دانشم بزایی جدیدی مشابه گفتم آره اوکی بچه ها گفتم حرفایی رو بیش نکنه این جدی ازش گفتم به خدا داشتم صحبت می‌کردم مثلا اگه می‌خواید دو هفته وسطش لش کنی مهم نیست آدم بعدا استاد هر چی میگن شما روش نگید این استاد شخصش این چرت زیاد آره ولی بعد شهنا خیلی گنگ رفتی با تیپ خفن آره رفتم و چی میگه ولی اصلا اون انگیزه خیلی مهم بچه من 11 هم داشتم از عید میخوندم اینا نمیفهمیدن که مثلا داشتم عمومی من اصلا داشتم میبستم خب آره. اون یارو از کجا میخواست بفهمد اون میبستم اون فقط میدید که هی وزوایی غیبت غیبت اصلا شخصی وجود نداره اصلا وزوایی نخونده اینجوری بود بگرنه من 11 هم عمومی مثلا داشتم میبستم بعد من عربی مثلا از 7 و 8 خیلی خوب ریاضی و عربی بیسشون خوب میگم این که میگن مثلا موسی مثلا یه سری ها میگن هوشش خوب بوده مثلا کم خوند خب مثلا میگن یارو دهم یازدهم چیزی نخوند هوشش خوب بود مثلا دوازدهم خب این مثلا خیلی جا صدق نمیکنه مثلا من یه تایمای درس خوندم اینا اصلا خواب بودن همشون همون موقعی من پنج پا میشدم اینا هش میومدن مثلا من یه آزمون فقط اون موقع داده بودم و روزی یه آزمون همه جلوتر بودم یعنی بعد یا مثلا همون که مثلا پا نشدم خرخون ترین هم مثلا نشده بود تا 11 ساعت مثلا نان استاپ بشینن نشده بود 11 ساعت اصلا خیلی در رتبه یک ریاضی قطعا این کارو نکرده تو زندگی اصلا میام دوام یازم آره خیلی کم خواهد مثلا غیبت زیاد داشتم خواب بودم اینا هم ولی 12 هم اونقدری که من خوندم نمیگم ایشکی نخونده اندازه منم کسی خونده قطعا ولی به اندازه رتبت خونده حداقلش آره دیگه روز کنکور حال و هوات روز کنکور تونی نمیذاش من برم آزمون تونی گربه
ببین میخواستم من پارو گاز میگرفت، بسته بود پارو، اصلا نمیذاشت من برم. نه چرا؟ بعد آرشگاه هم رفته بودم شب قبلش و اینا، فرش آب یه لاغر تمیز لاغر تمیز. بعد دیگه بابام برد من رو آزمون. بعد آشی من خیلی آها این دو روز کنکور رو داشتم فکر میکردم، دو روز قبل کنکور باید تو دستشویی رو بری قبل کن، این خیلی مهمه، سر جلسه دستشویی نگیره. خب یعنی میگن قبلش بری خیلی خفنه یا کلن نری، اون وسط دستشویی بری مثلا تایمینگ تو خیلی داستان میکنه. آقا من این فکر میکردم صبح آقا آدم چجوری دستشویش میگیره تا بیدار میشی، من گفتم زودتر بیدار شم اول یه چیزی بخورم بعد مثلا تا هفت برم دستشویی، مثلا یه داستانایی. یکی میگفت شیلنگ و محکم فشار بده مثلا دستشویی روش های عجیبی داشته من گفته میشد، اصلا یه چیز داستانی بود. حالا اینقدر مهم میاد تش تایمینگ هم میگم خراب، ولی آره صبح زودتر پاشدم یادم چی خوردم صبح، چون همش این روزه آخر درگیر اینه که چی بخوری صبحونه اون رو، چون دستشویی نگیره یا قبل آزمون دستشویی بگیره دیگه بری. تو خیلی تغذیه غنی داشتی ده سال، خیلی هم مهم هم نبودم رو چهار اصلا خیلی. بعد سر جلسه گرم کجا بود؟ گرم سمت میدان حسین گرم بود. بعد اصلا یه داستان عجیبی بود، بعد اون سر جلسه آزمون من داشتم تست میزدم در اقلیه نگاه برقیه من دادش میدینست این نمره منفی داره چرا همه رو زدی؟ بابا این نمره منفی داره اوکی ای بابا دادش این نمره منفی داره همه رو نمره بزنی قشنگ میتونه سکانس هسته قبیب پیدا میشن بند خدا اصلا حالیم یه جوری که انگار من خیلی اطلاعاتم تو کنکور زیاده، گوش کن بر داداش نمره منفی داره همه رو نزن چرا؟ بعد ببین پاسخنامه سیاه اصلا یه چیز عجیبی. خب چون مثلا من سختم بود نظره بذارم، یکی از اشتباه می بود که سختم بود نظره بذارم، بعد اصلا هم می زدم دیگه، بعد اون تخصصی ها که دیگه خیلی زدم خیلی، یکی فلسفه منطق تو کشور شدم دیگه صد یا چند؟ نه 87 خیلی سخت بود. شنیده بودم همون فلسفه بود سخت، خیلی این بود که خیلی سخت یکی کشور هشتاد رتبه یک کنکور مثلا 60-70 زده رتبه یک انسانی. درصدا تو حالا بخواد سریع هم بگو. درصدا ادبیات هم 80 خورده ای 86-87 عربی 80 خورده ای دینی 80 زبان 80 خورده ای بعد ریاضی 65 ریاضی میاد عربی تخصص مثلا دوباره 80 خورده ای بعد علوم فنون 80 خورده ای اقتصاد فکر کنم 90 90 خورده ای اگه اشتباه نکنم، یه اقتصاد یادم نیست. جامعه شناسی 80 خورده ای روان شناسی 95 فلسفه منطق هم که 87 درست دیگه ای یادم نیست اشتباه بشه. حالا همینطوری درس ها رو گفتی؟ دونی که این درس رو بدقلق تر بیشتر هم عذیت بدقلقی بس یعنی به تایم بستگی داشته نه کلن تو طول سال گفتی حاجی این زبان. منو زبان و ادبیات یعنی عمومی اصلا آخه ادبیات ما علوم فنون هم داریم آره اون هم هست دوتا قلقشون اصلا بد بود ولی بقیه رو راحت تر تو زبانم مثلا از اولین آزمون زبانم رو 20 بود 20% اینا میزدم و من گفتم مربی خصوصی بگیریم برات مثلا مدرسه گفت ما مثلا با پول خودمون برات معلم خصوصی میگیریم اگه بخوای مثلا همه درصدام خوب بود بعد یه جورایی می‌خواستن اینوست کنن رو من یه سرمایه‌گذاری کنن مثلا رو من گفت ما با پول خودمون برات معلم اونم مثلا نمی‌خوام می‌خونم با تست و اینا رو تست کنه هی خونه مثلا اومد آخرش بالا فرندز ندیدی آه دیدی چون خیلی از کسایی که آره پیش دانشگاهی فرندز می‌بینن بعدش میبینم آه بعدش اون سن دقیقم اون تایم تکرارش اصلا روزی یکی دو اپیزود میبینم حالا خوب شد با فرنس خیلی حالا خیلی بعدش میبینم
ولی من کلا حال ولی آره ادبیات هم مثلا 20 درصد بود مثلا میترکونم یه 40 درصد میدادم مثلا خیلی خوشم ادبیات چون دیر بازده هم از دیگه آره. تو هی میخونی هی رتبات فرقی نمیکنه آره. یهو مثلا اوج میگیری مثلا در همین ادبیات و زبان دیر اومدم بالا ولی مثلا سخت‌تر اومدم بالا رسیدم یه درسی مثلا روانشناسی و تو یه بار دو بار بخونی درصد میاد بالا دیگه آره. چون یه کتاب تک دیگه ها چیکار کنم ولی این ادبیات چون منبع نداره که غنی اینجوری برگردیم به روز کنکور بچه شد برگردیم روز کنکور آره بچه ما شانس بودیم یادم چی خوردم و اینا قبل آزمون توی سالون دستشویی بگیرم این منتظر بودیم ساعت 8 بریم تو طب من اون موقع دستشویی میگرفت شاد رفتم دستشویی خدا رو شکر دستشویی خوب بریم رفتیم و گرم و آزمون دادیم و این دوست اونم که یه راهنمایی مشاوره خوب به ما داد زیاد نزنم برای نمره منفی داره اینطوری شد که من شدم 11 من نجات دادم اگه گوش میدادم زیر سرده میشدم آخه فرزا خدا مثلا فکر کنم یه اسکلیه داره همه رو میزنه مثلا کل گزینه ها رو زده چرا مثلا دلش هم سوپ کنم مثلا با وجود مراقب و همه اینا یه گوش نزن نمره منفی داره اینجوری بعدم دیگه تموم شد و اومدیم خونه رو بکنم رفتیم یه سوشی زدیم سوشی رو زدیم و دیگه از اون روز دیگه آها یه سوالم حالا بعد نیم ساعت پیش می‌پرسیدم یعنی حالا الان می‌پرسم تو رقیبی هم داشتی؟ حالا دیگه فعال کنکورش رو بد داد آزمایشی ها مثلا 20-30 مثلا یه بار زیر 20 از که 19 بود رو بوده مثلا یه بار من اول بودم تو کلاس اون دوم یه بار برعکس چون رقیب این پشنگ رقیب بود مثلا زبانش نقطه ضعفش بود مثلا 20 درصد فکر کنم زبان نقطه ضعفش بود ولی مثلا تخصصش خیلی بود اون رقیب من بود دیگه من عمومیم همیشه از اون بهتر بود اون تخصصش همیشه همه بهتر ولی خب کنکور مثلا خرکش شد 80 بود من از کنکور متنفرم و هیچ وقت دیگه نمیخوام برگردم سراغ کنکور ولی این مدتی که با هم حرف زدیم من حواس کردم اصلا برگردم یه کنکور بدم در این حس دارم کنکور واقعا الان توی سیف زونم که هیچ وقت نمیخوام کنکور ببین من یه چیزی بهت بگم اینو اصلا اینقدر من درگیر کنکور بودم خیلی درگیر بودم خیلی زیاد